درود ویژه میفرستم خدمت همه شما عزیزان سروران و دوستان گرامی ما در خدمت شما هستیم با ادامه دوره آموزشی طراحی فروشگاه اینترنتی مشابه دیجیکالا در بخش کپونهای تخفیف هستیم قسمت تعریف کپونها رو انجام دادیم یه سری خوشگل سازی داشتیم که اونها رو باید انجام بدیم به علاوه اینکه باید مدیریت کپون ها رو هم در پنل مدیر اوکی کنیم که اگر شما عزیزان دقت کرده باشید من میام توی آی ادمین ما اومدیم نمایش کپون ها نمایش کپون های هر فروشگاه نمایش یک کپون و حذف کپون رو گذاشتیم و البته نمایش جزئیات کوپون هم هست که این بالاست و حذف کوپون دیگه ادیت و کرییت رو برای ادمین نمیذاریم میگیم فروشگاه ها این کار رو انجام بدم اگرم خواستید این کار رو بکنید میتونید خیلی راحت مثل سایر مواردی که ما انجام دادیم برای خود ادمین هم این کارا رو انجام بدید فرقی نمیکنه بزرگواران عزیز خب میریم به سراغ دوست و برادر عزیزمون آقای کروم یه اجرا ادمین کنترل رو باز میکنم تا این دوستمون میخواد اجرا کنه و به سراغ مواردی میرم از کپن. تا این دوستمون اجرا میشه البته من باید سراغ لاگین برم اوکی اینجا وارد میکنم خب بیایم به سراغ کاربران فروشگاه ها یه قسمتی هم برای خود کپون ها داشته باشیم بد نیست که به اونم میرسیم خب من در وحله اول میگم پابلیک آی اکشن آی اکشن ریزالت شو آل کوپونز خب این شو آل کوپونز چی داره؟ خیلی خب. میگیم لیستی از کپون به اسم کوپونز که از ادمین get کوپونز هست ریترن میکنه ویو خودش رو که به عنوان مدل کپونز رو میگیره خب بچا من یه کپی از این بزرگوار میگیرم شو کوپونز بای استور ورودی ID استور میاد این بار get coupons by store ایدی رو داره که همین ایدی رو میده دیگه چی داریم؟ نمایش یک کوپون رو در نمایش جزئیات کپون دیتیلز کپون یا کپون دیتیلز فرقی نمیکنه هر اسمی که دوست دارید این بزرگوار هم ID میگیره اما ایدی استور نمیگیره ایدی کپون رو میگیره یک کپون از ادمین گت کوپون این بالاست با ببینید ID میخواد اینم کلید اصلی return view خود کپون دو تا اکشن هم برای دیلیت میخوایم که اگر اشکالی نداشته باشه من میام و کپی میگیرم هم HTTP get داره هم پست داره پس این دوتا رو من اینجا میذارم میذارم دیلیت کپون همین کپی اینجا پیس فقط میشه دیلیت کپون البته ریموف کپون داریم و اینجا میاد به شو خب دوستان بعد این نکته رو دقت کنید که ما میخوایم توی آل کپونز در واقع بحث حذف رو بذاریم اگر قرار بود که شما عزیزان حذف رو توی هر دو جا بذارید برگشتش مهم بود که حالا ما حذف رو تو هر دو جا اصلا میذاریم چه کاریه و کار رو انجام میدیم خب بریم این کار رو هم با هم دیگه اوکی کنیم بعد یه تغییری باید اینجا توی ریدایرکت داشته باشیم الان بعد بریم ویو این هایی که زدیم رو انجام بدیم و بسازیم تا به بقیه داستان برسیم پس من از همینجا شروع می کنم یه راست کلیک اد ویو این از این حالا واسه من مهم نیست چون کپی پیست می کنیم اون کاری که می رو خیلی خوب اوکی okay. از مدل آی نام ریبله. از دیجی کالا دات دیتا اکسس دات انتیتیز دات کوپن خیلی خوب اینجا میشه نمایش کوپن های تخفیف خب این است میایم به سراغ ویو و ویو رو هم انجام میدیم در واقع میسازیم اینجا ما شو آل پروداکت رو داریم یک نمونه شبیه این میخوایم پس من همین رو کپی میکنم اینجا پیس میکنم با این فرق که ما سرچ نمیخوایم بذاریم اینجا برو واسه خودت و دیگه کرییت هم نداریم اینجا میشه نمایشه کپون های تخفیف خب این کپون های تخفیف میخوایم که استورش هم معلوم باشه فروشندش بذارید من ببینم اه توی اه خدمت شما عرض شود توی ویو مدل که نه توی سرویس ادمین سرویس ما اینجا گت کپونی که داریم باید اینکلود رو بزنیم ببینید بچه اینجا چون میخوایم فروشنده کنارش بذاریم بعد این دیگه به تفکیک فروشنده نیاز به اینکلود نداره من اینجا اینکلود رو میزنم میدونید برای چیه قسمت های قبلی رو حتما دیدید که اومدید سراغ این قسمت ما اینجا استور رو اینکلود میکنیم که بتونیم فیلد های استور رو هم ازش استفاده کنیم اینجا به چه صورت من میام کد کوپون رو اینجا میذارم از استور نیمش رو میذارم اسم کپون رو میذارم و دیگه حالا هیچی بقیه میره تو جزیات خب میشه تاریخ شروع پایانش هم گذاشت ببینید من اینجا میام به فرض مثال میگم start date end date اینجا چیکار کار میکنیم؟ اینجا میگیم کد کپون بعد خود نیم کپون و دو تا دیگه هم میخوایم این یکی یکی هم جای خود این بیاد یه استارت دیت داریم یک اند داریم خب میشه نمایش جزئیات البته بعد ما یه قسمتی هم داریم که کیا از این کوپن استفاده کردم مدیرم باید بتونه ببینه همونطور که توی پنل فروشندن بود واسه همین کامنت میکنم یاد باشه بعد یه کار اینجا انجام بدیم جزئیات داریم حذف داریم جزئیاتمون تو کجا میره جزئیاتمون میاد توی ادمین دیتیلز کوپون ببینید اینجا توی ادمین دیتیلز کوپون دیگه به این نیازی نیست و دیلیتمون هم میشه دیلیت کوپون یعنی میاد اینجا میشه آقای استاد دیلیت کوپون کجای اینجاست خب اینجا دیگه موردی نداره اوکیه من میام بقیه ویو رو بسازم ولی قبلش خب ما ثبت کوپن و اینا هم که انجام دادیم مشکلی نبوده من میام دستی توی قسمت قبل دیدید دیگه ما تونستیم کوپن ثبت کنیم موردی نبود من میام دستی یه کپونی ثبت میکنم که یه سری چیزها رو با هم دیگه ببینیم استور 19 اسم کپون یک مثلا این کدشه حالا هر چیزی چی میگی برادر میگه من 19 فروشگاه ندارم اجازه بدید 29 ده تا کم زدیم براش بفرمایید میام یه کپون دیگه هم درست میکنم برای همین بزرگوار میگم کپون دو مثلا این بشه کدش خیلی خب خب میام به ادامه ماجرا سیو میکنیم و ادامه میدیم کارمون رو به قسمت دلیت کپون میرسیم البته اول بذارید من دیتیلز رو هم انجام بدم من میام یک ویو براش میسازم این ویوی هم که الان داریم میسازیم برای شما عزیزان ویوی هست که باید بازم از تمپلیت دیتیلز استفاده کنیم که قبلا داشتیم حالا اگر این بزرگوار برای ما این رو بسازه که خیلی خوب میشه من قبلش میام مدل بالا رو ست میکنم میگم از دیجیکالا دیتا اکسس انتیتیز شما یک کوپن داری اوکی خب همه اینا رو حالا پاک میکنم میام به سراغ میام به سراغ ادمین ببینم اینجا دیتیلز چی دارم دیتیلز برند دارم خیلی خوب ما هم که منتظر یه چیزی پیدا کنیم کپی کنیم اینجا پیس میکنیم اوکی حالا مواردی که اینجا نیازه این میشه جزئیات کپون تخفیف ما نام کپون رو میخوایم کد کپون رو میخوایم تاریخ شروع پایان قیمت و درصد اینجا میشه کد کپون تاریخ شروع کپون تاریخ انقضای کپون درصد کپون مبلغ کپون مبلغ میشه پرایس تو استرینگ ان صفر ریال اوکی پرسنت اند دیت استارت دیت اینم میشه کد برای شما دیسکریپشن هم داره؟ آره دیسکریپشن هم داره پس بذاریم من یه کد اینجا بزنم و اینجا میام میگم که سایر توضیحات بفرمایید سایر سیاره نه سایر توضیحات و اینجا هم ایز اکسپایر میذاریم میگیم وضعیت کپون وضعیت کپون اگر ترو بود میشه منقضی وضعیت کپان فعال خیلی خوب اینم از این سیو آقا بریم سراغ آخری اینجا یک ریزور ویو من دیلیت اسلایدر رو حالا ازش استفاده میکنم به عنوان کپی که میخوام بگیرم دوستان یه نکته ریز داره توی دیلیت که باید به این نکته ریزش هم برسیم چجوری برسیم؟ ببینید بچه ها من میام از دلیت اسلایدر یک نمونه میگیرم به این شکل که میبینید و اینجا پیس میکنم فقط این میشه دلیت کپون خب آیا از حس اطمینان دارید میزن و حذف میکنه من تو تو داستانی پیش میاد بریم با هم دیگه تست کنیم اما قبلش قبل اینکه بخوایم با هم تست بگیریم باید یه نکته رو بهش توجه کنیم و اونم اینه که من توی پنل برای ادمین یه جایی بذارم چجوری این کار رو انجام بدم میام یه قسمت مالی باز میکنم دقیقا مثل کاری که توی فروشنده کردم یک تب جدید برای ادمین اینجا میشه مالی میگیم یه کنترل کیدی میگیم از ادمین ای کجایی شما از ادمین برو سراغ شو آل کوپونز اما نکته مهم یه کپی البته دیگه اینجا کپی نمی کنم. من میخوام دسترسی همه کوپون ها از اینجا باشه دسترسی کوپون های هر فروشنده داستانش جداست ببینید شو کوپونز بای استور id میام ویو این رو هم میسازم به همین شکلی که میبینید برو سراغ کار خودت ببینیم چی از توی این ویو در میاد یه فرق جزئی میکنه برای ما خب من میام از همین یه کپی میگیرم اینجا پیس میکنم دیلیت و دیتیلز رو که دارم فقط نکتش چیه؟ نکتش اینه دیگه این معلومه برای کدوم فروشنده است من نیازی است اینجا استور نیم رو بذارم قطعا کپون های همون فروشنده رو نشون میده اینم میشه نمایش کپون های فروشنده خب لینک این رو از کجا باید وصل کنیم من میام سراغ ادمین سراغ شو کوش شو استور داریم چی داریم آقای برادر ما اینجا شو اجازه بدید بیام سراغ کاربرها فروشگاه ها فروشگاه ها خب هنو نساختیم انگار ظاهرا چرا این کارو نکردیم بچه ها ما نمایش فروشگاه ها یعنی نداریم مثلا یوزر اینجا نیست که من توضیح بدم خب اشکال نداره پس رو میذاریم زمانی که ویوش رو زدیم این کار رو با هم میکنیم هیچ مسئله ای نیست من الان یک ریبیلد انجام میدم یه نکته ای توی ریدایرکت حذف هست که میذاریم زمانی که ویو فروش کار رو زدیم میگیم این قسمت رو باید چیکار کرد چرا به این علت که ما از دو جا داریم دسترسی میدیم به دیدن کپون و حذف کپون وقتی حذف میکنه اگر از آل کوپنز حذف کنه درست برمیگرده ولی اگر از شو کوپونز بای استور دیلیت کنه دوباره برمیگرده توی شو آل کوپونز اینجا بعد ما جلوش رو بگیریم با یه ایفه خیلی ساده میتونیم این کار رو انجام بدیم ولی فعلا اون صفحه فروشگاه اصلا زده نشده هیچیش وصل نیست پس من میام اینجا یه رفرش میکنم و قسمت مالی اضافه بشه قسمت مالی که اضافه شد میام سراغ کپون ها نمایش کپون های تخفیف این هم که نال بود من میام اینجا جزیات رو میزنم بله مشکل نیست و میام حذف رو هم میزنم حذف میکنه برمیگرده همین جایی که هست هیچ مشکلی هم نبود و کار انجام شد خب این میشه از این قسمتی که ما اومدیم و کار مدیریتیش رو هم انجام دادیم حالا باید خود کپون ها موقع ثبتشون یا ویرایششون تاریخشون و البته اینکه نوعش رو انتخاب کنه درصدی باشه یا ریالی باشه هم یک داستانکی داره یعنی داستان کوچیکی داره که احتمالا چون یک قسمتیش رو ما باید اسکریپت بنویسیم یه مقداری طولانی تر بشه خودش احتمالا نزدیک 20 25 دقیقه آموزشه که ما برای اینکه قسمتمون رو مدیریت کنیم میذاریم توی قسمت بعدی اون کار رو هم انجام میدیم که دیگه رسما کار کوپن های تخفیف رو در بخش نمایش و مدیریت تکمیل کنیم اما توی بحث های مالیش دیگه میره تو جایی که قرار بحث سبد خرید و ماژول سبد خریدمون پرداختمون و اونها رو بنویسیم و تولید کنیم ادامه میدیم و اعمال کپون تخفیف رو میبینید که چه درصدی باشه چه ریالی باشه به چه شکل کپون به راحتی میتونه اعمال بشه ممنون از اینکه ما رو تماشا میکنید